بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد باب التصفيق للنساء باب استر مورد يزيك التصفيق يعني دست خود بهم رأي دست خود زادن بخاطر كي كسر تنبيه بكرة بخاطر خانم هاست وقتی که کدام امر عارض میشه کدام چیزی پیش میشه در نماز یا کسی پیشوری کسی تیر میشه یا امام خطا میشه اشتباه میکنه اگر در این صورت مردها باید تسبیح بگویه سبحان الله بگویه و خانمها باید تصفیق بکنه دست خود به همراه دست خود اما تو بزنه حدثنا علی بن عبدالله قال حدثنا سفیانو قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قفت التسبيح للرجال والتصفيق للنساء تسبيح بخاطر مردهاست وتصفيق بخاطر خانمهاست مردها وقت كده نماز كده أمر بونها عارز مشى ونا سبحان الله بقويا و بخانمها اگر کدام امر در نماز عارض شوا و نا دست خود بامرای دست خود بزنه حدثنا يحيى قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عين حديث نقل من كنبه دقاء روايات و روايات ابو هريرة روايات سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قفت التسبيح للرجال والتصفيح للنساء سبحان الله گفتن به خاطر مرد هاست و تصفیق به خاطر خانم هاست باب من رجع القهقرة في صلاته او تقدم بأمر ينزل به باب از درباره کسی که در نماز خود پشت سر می آید او تقدم یا پیش می شه بأمر ينزل به به سبب یک امر که به او عارض می شه در نماز کدام مشکل پیش میشه که امر عارض میشه میتونه که پیش شوه یا پس شوه مثلا در صف اول جای خالی میشه یک نفر در صف دوم استاد است میتونه که پیش شوه و صف پر کنه یک نفر به همراه امام استاد است تنها یک امام است یک مقتدی است در این صورت مقتدی طرف راست امام استاد میشه اگر نفر دیگه بیاید مقتدی باید پشت سر بره یک نفر است مثلا نابینا است مثلا در چاه میفته و تو سر نماز است نماز میخوانی میتونی که پیش شوی یا پس شوی و نمی شخص نجات بیتی یک طفل است مثلا و در آتش میفته یا کدام امر عارضی دیگه باشه بخاطر ازی انسان در نماز پس و پیش شده میتونه در این مورد زیاد حدیث آمده که پیغمبر علیه السلام در نماز پس شده و پیش شده مثلا در حدیث کسوف آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز کسوف پیش شد و باز پس شد و وقتی که پیش شد باز دست خودم پیش کرد مثل که یک چیز را میگیره باز در ختم نماز صحابه را گفت که ما جنت دوزخ دیدم و ما میخواستیم که از جنت یک خوشه انگور بگیرم اگر او را می گرفتم تا که دنیا می بود شما که از او می خوردین خلاص نمی شد و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای منبر نماز خوانده یک دفعه بخاری تیر شده وقتی که سجده می خوند بخاطر سجده پایین می شد در بیخ منبر سجده می کرد باز بالا می شد یعنی پس و پیش می شد و همچنان و صحابه را گفت که انما فعلت ذلك لتأتموا بی و لتعلموا صلاتی این کار ما بخاطر ازی کردم که شما پشت ما اقتدا بکنین و شما طریقه نماز ما را بفهمین و عائشه رضی الله عنها میگه که پیغمبر علیه السلام یک دفعه نماز میخوان و الباب علیه مغلق و دروازه به پیغمبر علیه السلام بسته بود ما آمدم دروازه را تختق کردم فمشا پیغمبر علیه السلام در مابین نماز رفت پیش شد حتی فتح لی تا که دروازه را به خاطر ما باز کرد و پس نماز خود ادامه داد و عائشه گفته که والباب کان فی القبله
و دروازه در طرف قبله بود. دای حدیثم رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. این موضوع را سهل بن سعد رضی الله عنه از نبی صلی الله علیه و سلم روایت کرده و همچنان در این مورد حدیث انس بن مالک هم ذکر میکنه. امام بخاری: حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال یونس قال زهری اخبرنی انس بن مالک رضی الله عنه ان المسلمین بینهم فی الفجر یوم الاثنین. انس بن مالک میگه که مسلمان ها در نماز صبح بودن یوم الاثنین در روز دوشنبه و ابو بکر یصلی بهم، در حالی که ابو بکر رضی الله عنه به اونها نماز میداد. در مرض موت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در روز باز وفاتم شده و ابو بکر یصلی بهم و ابو بکر رضی الله عنه به مردم نماز میداد. ففاجأهم النبی صلی الله علیه و سلم، پس ناگا نمایان شد به اونها نبی صلی الله علیه و سلم. قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، كي نبي صلى الله عليه وسلم دور كد أم بردي حجرة عائشة رضي الله عنها. نظر إليهم مردم ببيغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا وهم صفوف در حالك كونها در صفها بودا. حجرة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم طرف شاب مسجد بود، طرف راستش مسجد بود و طرف چپ حجره عائشه رضی الله عنها بود. وقتی که پیغمبر اسلام پرده را دور کرد، فنظر الیهم، مردم و طرف قبله بود، طرف قبله دست چپ، به مردم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمایان شد. فتبسم یضحك، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبسم کرد، خنده میکرد، یعنی خنده تبسم میکرد، یعنی به خاطر که خوش شد که صحابه را در حالت نماز دید. فنکس ابو بکر رضی الله عنه على عقبیه، ابو بکر رضی الله عنه با کوری پای خود عقب آمد. و ظن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یرید ان یخرج الى الصلاة، و گمان کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اراده میکنه که بخاطر نماز برای. و هم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم، وقص كذا المسلمان ها كون هذا نماز خد ده فتنه وخشوا، يعني كي نماز خد خطا كنا اقدر خش. فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخاطر خوشال شدن بنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه زمان كون ها نبي صلى الله عليه وسلم ديدا. فاشار بيده ان اتموا، بس اشاركت بغمر صلى الله عليه وسلم ونهار بدست خد ان اتموا كشما نماز تانا پورا کنین. ثم دخل الحجرة، باز به حجره داخل شد. و ارخ الستر، و پرده را پایین کرد. و توفی ذلك اليوم، و دی نمروز پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات شد. خدا ایجا ابو بکر رضی الله عنه عقب آمد. فنکس ابو بکر على عقبیه. دی ترجمه الباب پیشتر ما کنم حدیث که خواندیم، اونم یه حدیث خیلی واضح بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سر منبر نماز میخواند، پیش شده و پس شده، و در صلات کسوف هم پیش شده و پس شده، و نمی حدیث خیلی زیاد واضح است. پس در نماز اینطور عمل انجام دادن این نماز فاسد نمیکنه. یا مثلا پیغمبر اسلام دیگه قسم حرکت کرده، امامه بنت زینب را وقتی که قیام میکرد او را به شانه های خود بالا میکرد و انگامی که سجده میکرد او را با زمین میمان، یم حرکت است، این قسم حرکت ها نماز فاسد نمیکنه. باب اذا دعت الام ولدها في الصلاه، باب استر مورد ازی که وقتی که طلب میکنه مادر پسر خود فی الصلاه در نماز، وقتی که مادر پسر خود با در نماز آواز میکنه او را به خود میطلبه، انسان چی باید بکنه؟ در این صورت اگر نماز نفل باشه، نماز نفل باید خطا بکنه، بخاطر که اجابت دعوت، اجابت والدین واجب است که انسان اگر اونا کدام مشکلی داشته باشه با مشکلشان رسیدگی بکنه. و نماز نفل است، نماز نفل خطا کنه و با مشکل والدین رسیدگی بکنه. و
مثل که حدیث آمد ابو سعید بن معلا روایت میکنه که من سر نماز بودم پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ما آواز کرد، میگه من نماز خود خطا نکردم تا که نماز خود خواندم، بعد از او آمدم پیش پیغمبر علیه السلام، مرا گفت که آیه تو نشنیدی که الله عز و جل گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ای مؤمنان شما از الله و رسول اجابت شب کنید وقتی که الله و رسول شما را دعوت میکنه با آنچه که شما را زنده میکنه. این اجابت الله و رسول سر شما فرض است و نمازی که تو میخواندی نماز نفل بود، تو باید که نماز خدا قطع میکردی. پس اگر نماز نفل مادر کسی به کسی آواز میکنه و خاطر کنه مشکل، نماز خدا باید قطع بکنه و خدمت حضور بکنه. و اگر نماز فرض باشه، در این صورت اگر میفهمه که مشکل از او جدی هست، بعض علما گفته که نماز خود قطع کنه و بعض گفته که ایش قطع نکنه، خدمتی از ما را بکنه، بعض بیا از اموج نماز بخونه. خو ظاهر این معلوم میشه که نماز فرض خدا اگر خدمت مشکل جدی باشد قطع کرده میتنه، و اگر مشکل جدی نباشه، کسی هم تو مثلا والدین فاسق باشه فقط اخلال نماز کسی را میکنه، در این صورت باید که انسان نماز خدا بخونه، نماز خدا باید پورا کنه. در اینجا امام بخاری واقعه جورج ذکر میکنه و قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره گفت که رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت نادت امراه ابنها وهو في صومعه، صداقت یک زن به پسر خود در حالی که او در عبادت خانه خود بود و عبادت الله را میکرد، قالت یا جوریج، او به پسر خود صداقت که ای جوریج، جوریج نامی از او بود، یک عابد بود، قال اللهم امی و صلاتی، جوریج پیش خود فکر کرد گفت که یا الله تعالی یک طرف مادر ماست و دیگر طرف نماز است، ای من نماز خود خطا کنم پیش مادر خود برم یا ای که نماز خود بخوانم پسان برم. قالت یا جوریج، باز صداقت که ای جوریج، قال اللهم امی و صلاتی، یا الله تعالی از یک طرف مادر ماست از طرف دیگر نماز است، قالت یا جوریج، قال اللهم امی و صلاتی، قالت وقتی که امی سیدف به او صداقت و نامد، قالت و زن گفت بدعا کرد در حق ازو، اللهم لا يموت جوریج حتى ينظر في وجه الميامیس، ای الله تعالی تا او وقت جوریج نمیره حتى ينظر في وجه الميامیس، تا که سعی کنه در روی زنهای فاحشه، تا که نظرش سر زنهای فاحشه واقع نشه، و الله تا او وقت ایره نمیرانی، بخاطر که خود شیخ میگیره و گپ مرا قبول نمیکنه، در خدمت مرا رسیدگی نمیکنه. ای دعا کرد و کانت تأوی الى صومعته راعیه، و بود که می آمد به نزدیک عبادت خانه یز راعیه، یک زنی که راعی بود، چوپان بود، ترع دختری که چوپان بود، ترع الغنمه و گوسفندها را می چرانید، فولدت پس نمی دختر چوپان اولاد از او تولد شد، فقیل لها برش گفته شد که ممن هذا الولد، اینمی اولاد از کیست، قالت من جوریج، او گفت که از جوریج پیدا شده، نزل من صومعته، جوریج از عبادت خانه خود پایین شد، به امرای ما بدکاری کرد و از او پیدا شده. این مردم برش گفته بود که این ای وظیفه را برش داده بود که جوریج در فتنه بندازه، لیکن هر قدر که او در نزدیک عبارت خانهش می آمد، جوریج به او اعتنا نمی کرد. باز یک چوپان آمد به همراهش زنا کرد، بالاخره حمل گرفت. باز وقتی که حمل پیدا شد، اونا گفتن که از کی پیدا شده، اونا امیزان دختر گفت که ای از جوریج پیدا شده. پس اونها جوریج پایین آوردن از عبارت خانهش، عبارت خانه از او را زدن، عبارت خانهش هدم کرد، پیرانش کرد.
بعضو گفت که شما چرا این کار کردین؟ چرا این کار کردین؟ مرا زدین و عبارت خانه مرا خراب کردین. اونا گفتن که بخاطر که تو عمل زنا را مرتکب شدی. بعض جورای جزمی بچه سوال کرد، جزمی طفل سوال کرد، من ابوکا؟ بعضو گفت که راعی الغنم. قال جورایج گفت که اين هذه التي تزعم ان ولدها لي؟ کجاست نمی دختری که ادعا میکنه که پسرش از ماست؟ بازو را که اوردن قال گفت یا بابوس، امو طفل صداقت که یا بابوس، یعنی یا ابا بوس، ای پدر غمها، که غمها را تو بابا را ورده، بوس در عربی غم و مصیبت میگه، ای پدر مصیبت، ای کسی که مصیبت ها را بابا را ورده، من ابوکا، پدری تو کی است؟ از کی پیدا شدی؟ قال راعی الغنم. او گفت که پدری من چوپان گوسفند هاست. بعد از اونها گفتن که خیال ما تو کار میکنیم که امی عبارت خانه تو را از طلا جور میکنیم. بعضی گفت که نی کار نکنین، فقط به حالت اصلی خود پس به امو حالت جورش کنین. امام بخاری حدیث در باب قصاص باز میاره که اگر کسی مال کسی را تلف کنه پس به امو شکل باید او را برشان ادا کنه. خویجا مناسبت حدیث به امرای باب دا ایجا است که ایجا مادر آواز کرده بود و نماز نفل خود قطع نکرده بود. بنان اگر مادر آواز بکنه و کسی در نماز نفل باشه نماز خود قطع کنه، به خدمت حضور رسیدگی بکنه. باب مسح الحصى فی الصلاة، باب است درباره مسح کردن سنگریزه ها در نماز. اگر در جای سجده کسی سنگریزه ها باشه و را میتونه که یک مرتبه و را مسح کنه و زمین به خود صاف کنه، یه عمل منافی به نماز نیست. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیى عن ابی سلمة قال حدثني معیخیب ان النبی صلی الله علیه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. معیخیب میگه که نبی صلی الله علیه وسلم گفت درباره آن کسی که يسوي التراب، که خاک برابر میکنه، هموار میکنه، حیث یسجد، در جایی که سجده میکنه. قال گفت ان كنت فاعلا فواحدتن، اگر تو این کار میکنی پس با یک دفعه اکتفا بکن. در دیگه حدیث آمده که لا يمسح الحصى، یا کسی سنگریزه ها را مسح نکنه، فان الرحمه تواجهه، برحمت بخاطر که رحمت الله تعالی به امرایش مواجهه میکنه. البته بخاطر ضرورت اگر باشه با یک دفعه، این سنگ ها تیز تیز است، مخل خشوع انسان میگرده، خشوع انسان خراب میکنه. باز آدم اگر ضرورت باشه زیاد میتونه که اورا دور کنه. خناق بدون ضرورت خدا انسان به چیزا مصروف نکنه. بابو بست الثوب فی صلاة السجود، باب است در مورد هوار کردن لباس در نماز بخاطر سجده ماندن. بخاطر از اینکه زمین خیلی گرم است یا بخاطر از اینکه در زمین سنگ هاست پیشانی انسان تکلیف میتا، در این صورت انسان میتونه که با لباس خود سجده بکنه، حتی اونمی لباسی که در تن انسان میباشه. صحابه خود دیگه لباس با خود نمیگشتن، در مثل که ما شما چادر اضافه را میداشته باشیم، اونمی لباسی که انسان پوشیده، مثلا انسان با آستین خود مثلا یا با عمامه داره مثلا با میشف لونگی خود و را پیشروی خود آوار میکنه، این کدام مشکل و حرج نداره بخاطر ضرورت اگر باشه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك میگه که ما به امرای نبی صلی الله علیه و سلم بودیم فی شدت الحر، در شدت گرمی، فاذا لم يستطع احدنا، پس وقتی که نمیتونست که از ما أن يمكن وجهه من الأرض، كي روي خدا زمين بمنا بسط ثوبه، لباس خدا هموار مكد، فسجد عليه بلا يزو سجد مكد، يا بخاطر شدتي قرمي يا بخاطر شدتي خنوكي باشا بخاطر ضرورت كي باشا أدم ميتانكي لباس خدا بخدا هوار كنا. باب ما يجوز وما لا يجوز من العمل في الصلاة، باب استر مورد أن
ما يجوز من العمل في الصلاة در باري ونمي أعمالك در نماز جائز است. دي جاء من بخاري رحمة الله عليه دو بابا دو حديث ذكر مكونا. از حديث اول معلوم مشه كي اگر كسي پيشوريش كسي باشا كي جائش تنگ کرده باشه، یک نفر در پیشوری شش تا مثلا جای سجده تو تنگ است، نمیتونی که سجده بمانی، میتونی که اورا اشاره کنی به دست خود تا کی او پیش شوه. یا مثلا اگر کسی باشه در نماز خود پیش میکنه، خنده میکنه، نماز تو را اخلال میکنه، خراب میکنه، اورا میتونی که تو بگیری و خوب اورا لط کنی و باز نماز خود ادامه بیتی. ای دو حدیث ذکر میکنه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. عائشة ميقا كما كنت أمد رجلي رجلي أقرب شخ ترز ميقا ما دراز ميقا ذنبا هاي خدا في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم من دين نسخة رجلي عمده أردو بايما كنت أمد رجلي ما أردو باي خد درازمي كدم في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم در طرف قبلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي در حالي كو نماز ميخوان وقت كي رسول الله نماز الشاب ميخوان ما دام طرف قبلي يزو خواب مي بدم باي خد درازمي ميكردم. فإذا سجد هنگامی که سجده میکرد غم زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا چی میکرد؟ چی میگه؟ چندی میکرد. فرفعتها پس ما پای خدا بلند میکردم، جمع میکردم پای خدا. فاذا قام وقتی که استاد میشد مددتها باز پای خدا دراز میکردم. این از این معلوم میشه که اگر کسی جای نماز تو را تنگ کرده میتونی که او را با دست خود اشاره بکنی که جای نماز تو آزاد شوه. حدثنا محمود قال حدثنا شعبة وديغازي حديث معلوم مشكي مسكرداني لمس كرداني زن دنماز وزورا نقص نميكونا يخول غلط اسكي مسكرداني زن وزورا نقص ميكونا بخاطر كي نبي صلى الله عليه وسلم بدني عائشة لمس ميكد ونماز خدا ادامه ميداد. وديغا ازي حديث معلوم مشكي اگر كسي دا پيشوري كسي خواب باشا وتو طرف يازو نماز ميخواني دي كنا محرج ومشكل نيس. بعض مردم میگه کسی که پیشروی خواب باشه طرف ازو نماز نخوان، میگه جنازه ازو میشه چی خسی میگن، این غلط است. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة. ابو هريرة میگه که نبی صلى الله عليه وسلم گفت که او یک نماز خواند، قال گفت ان الشيطان عرض لي، شيطان با د پیشوری ما خود پیش پیش میکرد ما، فشد علي پس یقطع الصلاه علي، سر ما زیاد سختی میکرد به خاطر کی نماز خود خود پیش پیش میکرد به خاطر کی نماز ما را قطع کنه، نماز ما را خراب کنه. فامكنني الله منه، پس الله عز وجل ما را توان داد به او در مقابل ازو کی او را گرفتم. فذعته بس اورما خوب سيما تلا كلم، ولقد هممت ويخينا ما خس كرد بدم ان اوسقه الى ساريه كما اورا بستكنم بايك ستون بايك ستون بستش كنم حتى تصبح تاينك شما شب خد سبا كنن فتنظر اليه وترفع ذو شما نظر كنن. فذكرت قول سليمان عليه السلام پس ما بیاد آوردم این می دعای سلیمان علیه السلام را که گفته بود که ربی حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، ای پروردگارا بما ایتر یک ملک حکومت پادشاهی را بما بیتی که بعد از ما به هیچ کسی دیگه مناسب نباشه. این می جنات را و شیطان ها را الله عز و جل با سلیمان علیه السلام تسخیر کرده بود. یا جمله خصوصیت های ازو بود بخاطر اکرام سلیمان علیه السلام ما يكار نكردم ورب همراي ستون مسد بست نكردم. فرده الله خاسيا، بس الله عز وجل ورب بس برغرداني در حالك زليل بود. خوازي معلوم مشكي اگر كسي نمازي كسرا خراب ميكونا
انسان میتونه که ورا بزنه، میتونه که ورا تله کنه، میتونه که ورا گلونش بگیره خفکش کنه. قال ثم قال النضر بن شميل فزعته بالذال اي خنقته. ان زعته منا ورما خفك دم. و فدعته اكروات زعته امد دغ روايه دعته من قول الله تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا. اگر فدعته باشا بيمنا كورت تلا كدم، اگر فزعته شوا ورما خفك دم. والصواب فدعته انه الا انه كذا قال بالتشديد العين والتاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.